وقت ایران میباشد. بینندگان گرامی، برنامه که ما امروز برای شما عزیزان تدارک دیدیم در دو بخش است. در بخش اول برنامه ما در خدمت یکی از مبارزان سیاسی و فعال جنبش کارگری در خارج کشور جناب آقای غلام عسکری هستیم که در مورد اوضاع اقتصادی، شرایط فعلی جنبش کارگری و اوضاع سیاسی اجتماعی مصاحبه داره با ما. ما در خدمت ایشون هستیم و در بخش دوم برنامه ما در خدمت رفیق یونس پارسابناب، یکی از فعالین جنبش چپ و سوسیالیستی هستیم که در مورد انتخابات ریاست جمهوری در کشور آمریکا ما با ایشون مصاحبه ای داریم. با تشکر از بخش فنی کانال اندیشه و همچنین از رفیق عزیز انوش گرامی که همیشه در کانال چشمنداز اتحاد چپ یار و یاور ما بوده است. بینندگان گرامی، همونی که در آغاز برنامه به حضور شما رساندیم، ما در این بخش از برنامه مهمان کارگر تبعیدی در خارج کشور، دوست گرامی و مبارز سیاسی آقای غلام عسکری هستیم. جناب عسکری، با تشکر از وقتی که ما دادی و برای اولین بار در کانال چشمنداز اتحاد چپ ایرانیان خارج کشور شرکت کردید. سپاسگزارم رفیق بیژن عزیز، من در خدمت هستم. با تشکر رفیق عسکری. جناب عسکری، همون گونه که اطلاع دارید در هفته‌های گذشته مانند ماه‌ها و سال‌های گذشته اعتراضات، اعتصابات و تجمعات کارگری در سراسر ایران ادامه داره. در چند روز پیش مجتمع نیشکر هفته به درشوش و کارگران پتروشیمی در خوزستان، از یک سو این اعتراضات و اعتصابات ادامه داره و از سوی دیگر فساد مالی و اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی که شما به خوبی در نوشته هاتون مطرح کردین هم وجود داره. من میخواستم شما به عنوان یکی از فعالین جنبش کارگری وضعیت مبارزات و مطالبات جنبش کارگری در ایران رو در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید؟ میکروفون در دست شماست. بسیار سپاسگزارم جناب بیژن عزیزم. اگر بخوایم به تفصیل در این مورد صحبت بکنیم، جنبش های کارگری سراسر کشور امروز جایی وجود نداره که رژیم جمهوری اسلامی با توجه به اینکه از روز اول علیه جنبش کارگری کمر بست و برخلاف اونچه که آخوندها میگفتن که لیس الانسان الا ما سعا، یعنی حد به هر کسی اونقدر میرسد که در ازایش سعی کوشش بکند، و از طرفی ادعا میکردن که پیغمبر ما بر دست پینه بسته کارگر بوسه زد، ولی از همون روز اول با توجه به در اختیار گرفتن ضد ارزش ها، یعنی یک مشت لات چاقوکش و یک مشت اوباش به عنوان انجمن اسلامی در کارگاه ها نفوذ دادن و جنبش کارگری رو از پس از فردای کودتای 22 بهمن 1357 جنبش کارگری رو سرکوب کردن و به تدریج پس از پایان جنگ 8 ساله خمینی و صدام که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاهی و بسیجی وارد کارگاه ها، پروژه ها و شرکت ها شدن و تسلط پیدا کردن بر تمامی صنعت کشور، به این خاطر جنبش کارگری باید به این شکل حساب کنه که نیروهای مسلح در تمام کارگاه ها و در تمام پروژه ها و در تمام مراکز تولیدی مسلحانه به اون کارگاه وارد شدن، به خاطر اینکه مدیر عامل، رئیس حفاظت کارگاه ها، رئیس شرکت ها، حتی در سطح وزیر از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بر مراکز صنعتی و کارگاه ها و پروژه ها تسلط پیدا کردن
و از همون روز با توجه به اون قانون ضد کارگری که 29 بهمن 1369 به عنوان قانون کار ارائه دادن، مشخص بود که نیروهای اطلاعاتی امنیتی و سپاهی و بسیجی خواهان اینن که به تدریج سود بیشتر در مقابل سرکوب کارگران و نادیده گرفتن زحمات کارگران و توطئه در کارگاه ها به وسیله نیروهای فلانج سرکوبگر و چماقدار از همون روز اول شروع کردن. و امروز حاصل اون جریانات اینه که اکثر فعالین کارگری ما در سراسر کشور در زندان ها به سر میبرن یا زیر حکمای تعلیقی، و جنبش های سراسری کارگری امروز از شمال تا جنوب، از مغرب تا مشرق، امروز در حال مبارزه با این رژیم هستن. چرا که تمامی اکثر مراکز صنعتی و پروژه ها رو به تعطیلی یا تعطیل شدن. 12 میلیون کارگر امروز در کشور بیکار داریم. همین کارگران بالاترین حادثه در حین کار رو دارن، به جهت اینکه وقتی از خانه خارج میشن، خانواده و فرزندان و بستگان با توجه به اینکه نمیتونن خواستای اونها رو برآورده بکنن، در حین کار دچار اختلال حواس میشن و بیشترین حادثه کار که مثلا در سال 1994 4020 نفر ما حادثه منجر به مرگ داشتیم و ده صدها حادثه منجر به مجروحیت و معلولیت داشتیم در بین کارگران. و از این رو کارگران سرکوب میشن به جهت اینکه رژیم با توجه به اختلاس های میلیاردی، با توجه به چپاول میلیاردی حاصل دسترنج همین کارگران و صرف آنها در کشورهای منطقه و از طرف دیگه واریز کردن به حسابهای خارجی و داخلی خود، به این خاطر امروز جنبش کارگری خوشبختانه با توجه به همه سرکوب ها، با توجه به همه تلاش رژیم برای سکوت واداشتن جنبش کارگری موفق نیست و فعالین کارگری در سراسر کشور همچنان فعالن و جنبش های کارگری من اعتقاد دارم که مردنی نیستند و در مقابل این حکومت با شجاعت و شهامت فریاد میزنن و حتی از دورترین استانها به تهران میرن در مقابل مجلس که در واقع اون مجلس نیست. چرا؟ به خاطر که با وجود ولی فقیه، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه باید خط قرمز روی اونها کشید. قانون در مملکت تحت تسلط قانونی که وجود نداره، اما آنچه که اجرا می شود تحت تسلط باندهای تحت رهبری حکومت و خود ولی فقیه است و اونهایی که منصوب ولی فقیه هستن امروز بر جامعه ما حکومت بکنن با توسل به چی؟ با توسل به دین و خدا و پیغمبر و امام زمان و روایت های پوسیده‌ای که برای ما در واقع در طی این 38 ساله و این عنوان مردم سرکوب کردن. جنبش های کارگری که در نیشکر هفت‌تپه، در ماهشهر، در شمال، در کارگری که یعنی سخت‌ترین کاری که امروز در دنیا وجود داره کار در معدنه. کار در معدن وقتی که یک رژیم ادعا میکنه که پیغمبر بر دست پینه بستی کارگر بوسه زد، شلاق بر بدن معدنچی میزنه، آیا این ملتی که امروز ما در کشور اسیر دست یک مشت جلاد، اسیر دست یک مشت قارتگر، اسیر دست یک مشت خونریز و خونخوار و تروریست قرار گرفتن، این ملت باید برخیزند به پشتوانه همون کسانی که در ابتدای انقلاب تا دهه 60 کشته شدن و پدران و مادران و برادران و فرزندان و همسران اونها از پای ننشستن و به اعتبار خون اونها ملت ایران باید برخیزد و این رژیم سرکوبگر رو سرنگون بکنه تا بتونیم چی؟ به فردای آزادی برسیم و جلوی خسارتهای بیشتر این رژیم رو بگیریم. با تشکر جناب عسکری. جناب عسکری، سوال دوم میخواستم اینطوری مطرح بکنم که شما با نوشته هاتون و با صحبت هایی که کردید و با مصاحبه هایی که کردید این رژیم رو به شکل بسیار وسیع افشا کردید. من میخواستم نظر خودتون رو درباره اینکه این رژیم سرمایه‌داری و فاشیستی جمهوری اسلامی 37 سال
با فقر و بدبختی و بیچارگی و اعتیاد و بیکاری و فحشا و جنایت و اعدام و شکنجه چگونه به ثبات خودش ادامه داده. من میخواستم اینو با بینندگان ما در میون بگذارید. میکروفون در دست شماست. رفیق بیژن، اتفاقا یکی از کلید واژه های راز بقای این حکومت همین هاییست که جناب علی فرمودی، یعنی رژیم. یکی اتفاقا مثلی میزنم، یکی از پاسداران بیت رهبری گریخته بود به خارج کشور که با یکی از تلویزیون ها مصاحبه کرد، گفت ما سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای انصار حزب الله بیشترین سازنده، صادر کننده و وارد کننده و توزیع کننده مواد مخدر در جهان هستیم. این یک. دوم این که با توجه به این که رژیم قصد این از ابتدا قصد داشت که ملت ایران رو به عنوان امت و یک قیم بالا سر اونا بگذاره به نام ولی فقیه، به این خاطر اتفاقا تضعیف ملت در ادامه عمر این حکومت کمک میکنه. به همین لحاظه که امروز رژیم میدونه که 67% ملت ایران نیروی جوان تشکیل میده. به همین خاطر این رژیم با توزیع مواد مخدر ارزان، با وجود بیکاری های بیکاری، الان در ایران 26% خانواده های ایرانی فاقد حتی یک نان آورن. 26% از خانواده های ایرانی فاقد یک نان آورن. به این لحاظه که تن فروشی ها هزاران برابر شده، فساد هزاران برابر شده، کلیه فروشی ها هزاران برابر شده، و غم انگیزتر از همه این که مادران توهین نشود به این مادران عزیز، این از فقر و فلاکتی که صبح اول وقت دست بچه هاش میگیره به میدان غار میبره در امولقراء اسلام در کنار بیت رهبری، بچه های خودش مانند گوسفند به فروش میذاره، فرزندان خودش برای امرار معاش به فروش میذاره، جنینی در شکم مادر رو به فروش پیش فروش میذارن. شما به عمق فاجعه نگاه کنید ای ملت ایران، ای کسانی که در خارج کشور به سر میرید، ای مدافعان حقوق بشر خارج کشور، ای سازمان ملل متحد، ای کسانی که ادعا میکنید از حقوق بشر دفاع میکنید، آیا 63 بار محکومیت رژیم جمهوری اسلامی به علت نقض آشکار حقوق بشر، جنایت علیه بشریت، سرکوب آزادی شهروندی و اعدام های فلعی بالاخص در دهه 30 و 60 و همچنان تا کنون ادامه داره، آیا این رژیم صلاحیت اینه داره که بر کشوری که 7000 سال خدمت مدنیت و فرهنگ و باستانی داره حکومت بکنه؟ من از اونهایی که مدافعان حقوق بشر هستن. و از طرف دیگه من قبل از اینکه حکومت جهل جور جنایت فساد آخوندی رو محکوم بکنم، سردمداران حکومت‌های بزرگ قدرتمند جهان رو محکوم می‌کنم، چرا که دو دهه با بازی کردن با جریان هسته‌ای و از طرف دیگه رژیم با انداختن شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، دو دهه خون ملت رو مکیدن، سرمایه های میلیاردی ملت ایران رو مکیدند، و آنگاه که با رژیم با یک بازی پیش و پس پرده به اصطلاح توافق هسته‌ای کردن، اومدن گله گله نیرو فرستادن و گله گله قرارداد امضا کردن که ما امروز دیگه رژیم تمام معاهدات و پیمانهایی که با ما داشته رعایت کرده. آیا حقوق بشر در اینجا مطرح نبوده؟ آیا وارثین کشته شدگانی که مادرانی که در 1188 در جریان انتخابات، که من روی یک بوم نقاشی این رو در جلسه‌ای با آقای عبدالکریم لایجی نشان دادم، 220 نفر در خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها به خاطر اعتراض به رأی خود، اعتراض این که رأی ما دزدیده شد، 220 نفر به قول رادان جنایتکار و احمدی مقدم جنایتکار تو گفتن که جناب رهبر ما کف خیابان را برای تو جمع‌آوری می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی از روی مردم با ماشین رد میشیم، مردم رو به گلوله میبندیم، مردم رو با قمه و چماق میکشیم تا کف خیابون رو پاک کنیم و تو خیالت راحت باشه. این همون ملتی نیست که انقلاب کرده و کشته داده و شما رو بر سر کار آورده؟
آیا قرار نبود که شما در خدمت این ملت شهید داده باشید؟ و امروز ملت ایران باید به دنیا اعتراض بکنه، به اونهایی که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان که با اونها در جریان هسته‌ای میلیاردها دلار از سرمایه های ملت ایران رو غارت کردن، در کنار غارت هایی که خود رهبر و بیت رهبر و باندهای اطلاعاتی و امنیتی در خدمتش از حاصل دسترنج همین کارگرانی که امروز 10 ماه 15 ماه 20 ماه حقوق نگرفتنه و اینها الان امروز طبق ما گفته معاون وزیر بهداشت 24 میلیون ما انسان دارای اختلال حواس داریم در کشور. یعنی اگر ما راندمان را از 10 تا 100 بگیریم، بین 10 تا 100 24 میلیون اختلال حواس دارن به علت فقر و فلاکت و گرسنگی و فساد و بیخانمانی و کارتون خوابی. 40 هزار روستا در کشور خالی از سکنه شده و حاشیه نشین شهرها شدن و بچه های اینها و فرزندان اینها به دام مافیاهای خطرناک داخل شهرهای بزرگ افتادن و فساد رو 100 برابر کردن، اعتیاد رو هزاران برابر کردن، فروش تن فروشی ها رو هزاران برابر کردن. اما امروز همین حکومت برای حسین و حسن و تقی و نقی سینه میزنه و زنجیر میزنه و مردم رو در واقع وادار میکنه به سیاه پوشی. برای یک مسابقه فوتبال چندین روزه که مردم رو بستر کار گذاشتن که آقا استادیوم رو سیاه پوش کنید، مردم رو سیاه پوش کنید، گلزن رو باید گریه بکنه، فوتبال رو باید فلان بکنید فلان بکنید. چرا؟ به خاطر که در پناه این بوجود آوردن این جب به غارتگری و کشتارهای مخفیانه و غارتگری های هزاران میلیاردی خود ادامه بدن و مردم مشغول این فوتبال بکنن و جریانات حاشیه‌ای این فوتبال بکنن. ملت ایران باید آگاه بشن از این خرافه پرستی، از این امامزاد 23 هزار امامزاده چرخدار بدون چرخ با نامهای موهوم، امامزاده بیژن، امامزاده قلقلی، امامزاده در آهنی، امامزاده نمیدونم فلفلی، امامزاده بهوره، امامزاده جیوسه، امامزاده تمام ملت رو 8 میلیارد در تهران 8 سالی سالیانه 8 میلیارد یا 10 میلیارد به صندوق ها میریزن. ملت ایران چه کار میکنید؟ 37 سال مگر بر ماهیت رژیم جمهوری اسلامی شما آگاه نشدید؟ شما مگر به خرافاتی که به عنوان سوخت موتور رژیم جمهوری اسلامی امروز داره استفاده میشه، خرافات و جهل و ناآگاهی، چرا زیر منبر این آخوندهای جهل و خرافه پرست مینشینید؟ چرا فرزندان خودتون رو به زنجیر زنی ها و سینه زنی های این رژیم میفرستید؟ چرا به دنبال این آخوندها میرید که تمام سرمایه های شما رو که به باد دادن هیچ؟ آیا فرزندان کردستان چه جور میکردن که باید 20 نفر اعدام بشن؟ فرزندان استان زرخیز خوزستان چه کار کردن که باید 10 نفر سرمه دار بشن؟ فرزندان سایر استان های آذربایجان و کرمان و سایر استانهای دیگه به چه جرمی؟ نرگس محمدی شیرزن مدافع حقوق بشر چه جرمی کرده که باید به جای قاضی مرتضوی، به جای احمدی نژاد، به جای رحیمی، به جای مشایی، به جای تمام جنایتکاران رژیم باید زندانی 16 سال محکوم به زندان بشه به جرم یه سخنرانی بر مزار یک کارگر کشته شده ستار بهشتی؟ شما از روی گوهر عشقی شرم نمی کنید؟ شما از روی فرزندان خردسال نرگس محمدی شرم نمی کنید؟ شما از پیرمرد عصاب دست محمد ملکی شرم نمی کنید؟ شما از مادران سهراب اعرابی، محسن روح الامینی و سایر کشته شدگان، ندا آقا سلطان و 220 نفر کشته شده 1188 که برای بر سر کار آوردن یک ملیجک، یک کسی که در زندان جمهوری اسلامی در دهه 60 به عنوان دکتر میرزایی بود برای تیر خلاص زدن و در جریان ترور دکتر سامی به عنوان کسی بود که عامل ترور دکتر سامی بود به عنوان احمدی نژاد یا همون آقای سورچیان یهودی اسرائیلی است،
همین آقای میرزایی، دکتر میرزایی که امروز رئیس جمهور ایران شد، 800 میلیارد دلار از پول نفت که در گرانترین موقعیتی بود که نفت به فروش میرفت. اما امروز خامنه ای میگه ملت ایران باید 120 میلیون نفر بشه و باید تولید نفت رو به 5 میلیون 700 هزار بشکه برسیم. باید گفت به این خامنه ای جنایتکار که در خوزستان 50 متر ما دید نداریم از ریزگردها و گرد خاکی که بر مردم افشانده میشود، به دلیل اینکه بی تدبیری کردید در پس از جنگ پایان جنگ ایران عراق تمام اون نخلستان ها رو بازسازی نکردید، جنگل کاری نکردید، درخت کاری نکردید، نتونستید به اون به اون مسئله تا خرمشهر آبادان رو هنوز شهری جنگ زدگی داره که زیباترین شهرهای ایران بودن، محل تمام کشورهای خارجی برای دیدن آبادان و خرمشهر می اومدن برای عنوان توریست. امروز هنوز چهره آبادان و خرمشهر چهره جنگ زده است. استان خوزستان زیر گرد خاک از خونه نمیتونن خارج بشن. تو انتظار داری که تولید نفت 5 میلیون 700 هزار بشکه برسه، برای چی؟ برای اینکه در سوریه خرج بکنی، برای اینکه در یمن خرج بکنی، برای اینکه در عراق بیمارستان 8 طبقه درست بکنی، نمیدونم فضای فاطمه و علی و نمیدونم کاظمین و نجف رو چندین برابر بکنی، طلاکاری بکنی، برای اینکه در جنگ های نیابتی شرکت بکنی و پول اونها رو بدی، برای اینکه بدبخت های افغانستان رو کرایه بکنی و ببری در یمن و در سوریه بکشتن بدی و خانواده هاشون رو بی پدر بکنی و 50 میلیون تومان اونها پول بدی، به خاطر این باید تولید به 5 میلیون 700 هزار بشکه برسه. ملت ایران آگاه باشید، خارج نشینان آگاه باشید و علیه این رژیم جنایتکار برخیزید، حمایت کنید از فعالین کارگری در زندان، حمایت کنید از خانواده های اینها، جنبش های کارگری رو به هم پیوند بدید، همچنان که ما قبل از انقلاب این کارو میکردیم. وقتی که ما در اهواز پیام میدادیم به کردستان، پیام میدادیم به خراسان، پیام میدادیم به تبریز، پیام میدادیم به میانه، پیام میدادیم به زنجان، اونها به ما جواب میدادن، پیام اتحاد به وجود میوردیم و این اتحاد رو فراگیر کردیم و تونستیم شریان اقتصادی حکومت شاه رو قطع کنیم. امروز هم همین کار رو باید کرد. آیا فعالین کارگری از خارج کشور اومدن؟ این فعالین کشور داخل، فعالین کارگری داخل، فعالین زنان، فعالین حقوق بشر، فرزندان شما هستن، برادران شما هستن، خواهران شما هستن، داغدیدگانی که امروز در کشور هستن کسانی هستن که اگر فرزندان اونها کشته نمیشد به دست گزمه‌های ضحاک زمان سید علی، فرزندان شما کشته میشدن، مادران شما، خواهران شما، برادران شما کشته میشدن. پس امروز بدانید که ما همه همدردیم، باید به درد همدیگه برسیم، باید از تمام فعالین حمایت کنیم و حلقه های آگاهی بخش در کشور وجود بیاریم و تبادل نظر بکنیم و تبادل اطلاعات بکنیم و حلقه های اطلاع رسانی وجود بیاریم. با تشکر جناب عسکری، مثل این که خواستید یک پیغام بدید، شما هم دلدرد هستید، امروز سوگوار هستید، من میخواستم اینو با بینندگان ما در میون بذارید. بله، حضور دست کنم جناب بیژن عزیزم، امروز یعنی دو روزه که ایل بختیاری بزرگ مردی، یکی از آخرین کلانترهای به نام و با شخصیت و صاحب نام و خوشنام و پدر ایل بختیاری در واقع، از طایفه من بابا احمدی به نام آفرامرز محمودی روانشاد که ما خاطرات بسیار خوبی از این بزرگ مرد داریم، متاسفانه درگذشت و ما را تنها گذاشت و خود و وجودش برای همه ایل بختیاری یک ستون بود. چرا اینو میگویم؟ به خاطر اینکه تمامی کارگران زحمتکش استان اصفهان، استان چهارمحال بختیاری و خوزستان به ایشون ارادت خاص داشتن و ایشون بارها و بارها خود بنده رو مورد لطف و محبت قرار داد از نزدیک و از طرف دیگه ما پیوند خانوادگی نزدیک هم با هم داشتیم، اما از جهت دیگه ایشون به عنوان رادمردی بود که ستونی بود در بین ایل بختیاری به عنوان آخرین بازمانده کلانتران خوشنام بختیاری و من از اینجا و
به فرزندان برومندش، به خانواده محترمش، به برادران و خواهران، به ایل بختیاری، بالاخص طایفه بابا احمدی، طایفه خودم و تمام ایل بختیاری تسلیت عرض میکنم و برای روح بزرگوارش آرزوی آرامش کامل و برای بازماندگانش صبر و سلامتی آرزومندم. با تشکر روان پاکش. با تشکر جناب عسکری که این وقت به ما دادید و در برنامه ما شرکت کردید. امیدواریم که در هفته های آینده بار دیگر از نظرات شما استفاده بکنید. با تشکر جناب عسکری. سپاسگزارم جناب بیژن عزیزم. امیدوارم که در آینده بتوانیم بیشتر در رابطه با مسائل داخل کشور و خارج کشور با هم دیگه صحبت بکنیم. بینندگان گرامی، بحثی که ما امروز با رفیق یونس پارسابرم داریم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در تاریخ 8 نوامبر 2016 یعنی حدود 7 دیگه یا حدود 24 روز دیگه که با تاریخ ایرانی برابر با 18 آبان 1995 می باشد، ما این بحث رو با رفیقمون یونس پارسابرم امروز در کانال چشمانداز یک بار دیگر برای شما عزیزان به بحث و گفتگو می زنیم. بحث امروز ما انتخابات ریاست جمهوری و چگونگی و نحوه انتخابات دو فرد یا دو تن، هیلری کلینتون از حزب دموکرات آمریکا و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواهان آمریکا. رفیق پارسا، با تشکر از وقتی که ما دادید و یک بار دیگه در برنامه کانال چشمانداز اتحاد چپ ایران خارج کشور شرکت کردید. خیلی تشکر میکنم که در حضور شما هستم و به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز درود میفرستم. با تشکر رفیق پارسا. رفیق پارسا، سوال اولمو اینطوری میخوام مطرح بکنم. مفسرین متعدد و متفاوت که طرز تحلیل میکنن این انتخابات امسال رو، یعنی انتخابات ریاست جمهوری رو، بر این نظر هستن، بر این دیدگاه هستن که در این 100 سال اخیر این انتخابات و این شخصیت ریاست جمهوری بی‌نظیر و استثنایی بودن. به نظر شما چرا این دیدگاه و چرا این نظرگاه در بین مفسرین آمریکا، چه در آمریکا و چه در خارج از آمریکا وجود داره؟ خب منم همینجوری که شما اشاره کردید، هر قد که برمیگردیم به نظرگاه‌های مختلف و متنوع مفسرین سیاسی، مخصوصا مفسرین سیاسی که تجربهشون و کارشون بیشتر در زمینه الکترون پالیتیکس، انتخابات چه ریاست جمهوری، چه سناتورها، چه کانگرسمنها و زنان در آمریکا است، همه اونا متفق القول. من کسی رو ندیدم که راجع به استثنایی بودن این انتخابات یک نظر دیگری داشته باشه. منتها اختلاف از اونجا شروع میشه بین این مفسرین، حتی چه اونایی که ضد نظام هستن، چه اونایی که طرفدار نظام، حامی نظام هستن، زمانی بروز میکنه که نگاه میکنیم ببینیم که علت و علل این استثنایی بودن و بی‌نظیر بودن انتخابات آمریکا از کجا نشأت میگیره. شما اگر توجه کنید، امروز برای اولین بار وقتی که بحث میشه در تلویزیون ها بین این دو کاندیدا، کاندیداتورها، خانم کلینتون و آقای دونالد ترامپ، برای اولین باره که خارج از آمریکا تعداد افرادی که
تعداد جمعیتی که به این انتخابات و بحث‌ها دیبیت‌ها توجه دارن بیشتر از همه زمان‌ها در تاریخ حداقل 100 ساله گذشته آمریکاست. این بی‌نظیر بودن خیلی مهمه که بهش اشاره بکنیم. در این حال بگیم که علت و در مورد علت و علل این استثناء بودن مبصرین با هم دیگه اختلاف داریم. اختلافات متفاوت نمازی که عرض کردم در داخل حتی حامیان نظام اختلاف است. در هر حال اگر شما به انتخابات دوره اول این انتخابات توجه کنید میبینید که فنومن پدیده برنی سندرز اومده. برنی سندرز اون قول و قراری که با دانشجویان با مبارزین با سوسیالیستا اون قرار مدار رو گذاشته بود کاملا روی اون قرار مدار ایستاد تا آخر. اون قرار مدار چی بود؟ که من میام در انتخابات آمریکا شرکت میکنم با اینکه میدونم ایلوژن خواهد بود، توهم خواهد بود که اگر بگیم ما انتخاب میشیم، ولی این شرایط اجازه میده که مسئله سوسیالیسم قرن 21 رو ببریم بین اکثریت وسیع تا اونجا که امکان داره، مخصوصا بین جوان. سندرز در این مورد موفق شد. حالا آیا سندرز فقط اینه که تابو شکنی کرد؟ برای اولین بار در تاریخ آمریکا، حتی زمانی که اوباما برای ریاست جمهوری میروند، امکان نداشت که کسی بیاد بگه من میخوام به اصطلاح برای کاندیداتوری ریاست جمهوری برونم و سوسیالیستم. این تابو شکنی بزرگترین خدمت است که برنی سندرز انجام داد و به قول خیلی ها در وقت معینش هم به نفع کلینتون رفت کنار، که حتما اونو شرح میدم که چرا به نفع کلینتون. اینی که این استثنایی بودن در علت العللش که چرا استثنائیه مردم اختلاف دارن، یعنی مفسری اختلاف دارن، اونایی که تحلیل میدن از اوضاع. یک مختصرا به یک پوینتی اشاره بکنم که امروز بیش از هر زمانی در آمریکا ما میبینیم علائم آشوب. همیشه آشوب در خارج از مرزهای آمریکا بود. آمریکا در این آشوب ها شرکت میکرد و به وجود آورنده بخش بزرگی از آشوب ها بود، ولی این آشوب ها حتی اگر به بخشی از آفریقا و اروپا سرایت میکرد به هیچ وجه به شمال آمریکا، یعنی مخصوصا خود ممالک متحده آمریکا و کانادا سرایت نمیکرد. امروز ما علائمی از این آشوب رو در شکم همین نظام، یعنی رأس نظام هم علائمی از آشوب رو میبینیم که این انتخابات رو باید در چارچوب این آشوب که نظام رأس نظام باهاش روبروس مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم. در مقابل سندرز ما داریم کاندیداتوری پدیده به اسم دونالد ترامپ. دونالد ترامپ خیلی خیلی با حرکت هایی که میکنه در خود آمریکا هنوز خیلی ها حاضر نیستن بیان در ملای عام بگن که این فاشیسته، ولی تحقیقاتی که من کردم بر اساس به اصطلاح مطالعه تمام سخنرانی های ایشون و نظرگاه هایی که دارن، دونالد ترامپ برخلاف هیئت حاکمه آمریکا که اکثرا امپریالیست قواهای جنگی هستند من جمله خانم کلینتون، ولی اونا فاشیست نیستن، که این هم خیلی مهمه که ما به این اشاره بکنیم و
به این که تفاوت ماهوی یا کیفی فاشیستا با امپریالیستا چیه؟ فاشیستا هم امپریالیستا، ولی اکثر امپریالیستا فاشیست نیست. دونالد ترامپ با موازی که میگیره، من حتما اشاره میکنم، شخصی است که نماینده فاشیسم آمریکا است با ویژگی های آمریکا، کاملا با ویژگی های آمریکایی و ویژگی های زمان. حتما لازم بود از اون یه وقت داشته میشه. با تشکر رفیق پارسا. رفیق پارسا، من میخواستم سوال دوم میتونم مطرح بکنم که دونالد ترامپ به کدوم ایدئولوژی و جهان‌بینی تعلق داره؟ اگر ما روند انتخاباتی شخصیت هایی که کاندید ریاست جمهوری آمریکا از طرف حزب جمهوری خواها در این 20 سال باشیم، مثل جورج دبلیو بوش، مثل میت رامنی، مثل جان مکین، این افراد و این شخصیت ها حداقل از لحاظ شخصیتی در بین حتی توده عام آمریکا یک مقدار احترام خاص خودشونو داشت. ولی اگه ما نگاه بکنیم به روند شخصیتی خود دونالد ترامپ، اکثرا بر این عقیده هستن یک فرد لومپن، یک فردی هست که احترامی به انسان ها، به افرادی که حتی همکاران خود، زنان، کارمندان شرکت خودش یا کلن مجموعه انسانهایی که اطراف ایشون هستن، ایشون احترامی قائل نیست. و الان هم که دیدیم در این 3-4 روز اخیر نوارهای تصویری که ایشون در سال 2005 به شکلهای مختلف با کسانی که مصاحبه میکردن و با کسانی که با او همکاری میکردن به شکلهای فجیع و ارتجایی و مرتجه بودن، در رابطه با زنان هم نگاهی به اون شب داده. من میخواستم این جهانبینی و این ایدئولوژی دونالد ترامپ رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ همینطوری که عرض کردم، دونالد ترامپ به تمام معنی یک فاشیست، یعنی ایدئولوژی فاشیستی داره، جهانبینیش فاشیستیه. حالا به دو مسئله اشاره میکنم که فاشیست ها را از دیگر امپریالیست ها جدا میکنه. نکته نظر اول اینه که فاشیست ها هر کجا که هستن، این خیلی جهانی، فاشیست ها هر کجا هستن، چه ملی، چه سکولار، چه مذهبی، و اگر فاشیست باشن، اینا جهان رو به دو بخش انسان ها تقسیم بود، ما و آنها. ایشون همیشه به این مطلب اشاره بود، ما و آنها. اگر شما از ایشون بپرسید، به آثارش، به سخنرانیهاش، حتی به نوشتهاش مراجعه بکنید که مشاورینش کمک میکنن، ایشون هم مینویسه، تصدیق میکنه، بعدا ساخته میشه، نگاه کنید، از ایشون پرسیدن که منظور از ما چیست؟ میگه ما نژاد خالص سفیدپوست آمریکا. این نژاد خالصه، این نژاد آلوده نیست، این نژاد پارازیت نیست، یعنی این گروه، یعنی ما. در مقابل آنها که 85% جمعیت جهان رو تشکیل میدن، میبینید در کشورهای در بند پیرامونی آفریقا و آسیا و آمریکا و لاتین و اقیانوسیه، ماها در مقابل آنها، آنها کیان؟ ایشون میگه آنها یک عده آدمهایی هستند که آدمان روی زمین حرکت میکنن ولی ناخالصن، پارازیتن و کاملا وظیفه اون ماهاست که اینا رو نابود بکنیم، از بین ببریم. یعنی این انگاشت ما و آنها دقیقاً در صحبت‌های دونالد ترامپ روشن. و بعداً دونالد ترامپ اگه توجه کنید میگه که ما می‌خوایم آمریکا را
دوباره بسازیم بریت آمریکا رو کنیم، آمریکای بزرگ رو کنیم. خب اگر شما توجه کنید چقدر میخواد این آمریکا رو بزرگ رو کنیم، برمیگردیم میبینید که ایشون میگه که ما در حال حاضر نزدیک 750 پایگاه نظامی در سراسر جهان داره. در بعضی از کشورها مثل ترکیه، مثل ایتالیا، مثل ژاپن تعداد این به اصطلاح پایگاه‌های نظامی متعدده، ولی مجموعاً 750 این امپراتوری 750 تا پایگاه نظامی در سراسر جهان داره که در تاریخ بشر بی‌نظیره. امپراتوری روم، امپراتوری ایران، امپراتوری هندوستان، چین به هیچ وقت به پای این عدد نمی‌رسید، اصلا قابل مقایسه نبود. حالا از ایشون می‌پرسی که شما می‌خواید با این پایگاه‌ها چیکار بکنید؟ میگه که من این پایگاه‌ها را در همون سال اول که رئیس جمهور میشم به 1000 پایگاه می‌رسونم، از 750 به 1000 پایگاه. حالا برمیگردیم به این که دونالد ترامپ چرا مخالف اتحادیه اروپا است؟ دقیقاً از اون به اصطلاح ایدئولوژی اون جهانبینی نشأت میگیره. ایشون معتقده که اونها یعنی اروپایی ها در اتحادیه اروپا از آمریکا سوء استفاده میکنن و اون وظیفه‌ای رو که دارن انجام نمیدن. یعنی چه؟ یعنی اینا میرن، خودش گفته میرن لیبی رو میگیرن تحت حمایت عنایت آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو مسئول اساسی جریانات لیبی بود. حالا میگیم ما در اونجا اینا میرن لیبی رو میگیرن آقای دونالد ترامپ که، ولی نفتشو تصاحب نمی کنه، یعنی تصاحب کاملا فیزیکی و ملکی، نه از طریق قرار داد مثلا با دولت وابسته. نه، ایشون معتقده که باید این تمام منابع مخصوصا نفت و گاز طبیعی رو در این کشور گرفت و تصاحبش کرد، یعنی برش مالکیت خصوصی قائله، یعنی همون پرایویتیزیشن، خصوصی سازی. و همه اینا رو شما کنار هم بذارید میبینید که دونالد ترامپ به تمام معنی یک فاشیستی که در آمریکا اکثر اعضای فعال و سرشناس حتی حزب جمهوری ها حاضر نیستن اینو بیان در ملأ عام مطرح کنن. با تشکر جناب پارسا. رفیق پارسا منم سوال آخرم رو میخوام اینطوری مطرح بکنم. مقوله فاشیسم همونطوری که شما به شکلهای مختلفی بیانش کردید، اینکه اگر دونالد ترامپ دیدگاه جهانبینی و ایدئولوژی فاشیسم رو داره، این فاشیسم چه فرقی با فاشیست هیتلری یا فاشیست موسولینی داره؟ اینو میخواستم بیشتر بشکافید با بینندگان ما. تمام کشورهایی که در قرن بیستم، دهه‌های اول قرن بیستم رفتن پای فاشیسم، از دو جنبه باید مورد بررسی قرار بگیرن. یکی اینی که چرا اون زمان رفتن متوسل شدن به فاشیسم. دقیقا به خاطر اینکه اون زمان اگر مطالبه کنیم نظام جهانی سرمایه اون زمان با بحران روبرو شد. این بحران ساختاری بوده، یه بحران فصلی موسمی نبوده، یک دوران کاملا پر از حوادث آشوب بوده که بالاخره به جنگ جهانی اول و بعدا هم یواش یواش به روی کار آمدن فاشیست ها در نزدیک به 16 کشور
اروپایی منتر شد. تمام اونا رو اگر شما بگویید اونا ویژگی های خودشون رو داشتن. ولی در دو مطلب با هم دیگه وحدت داشتن. همه اینا موسولونی، هیتلر، هیروهیتو و و تمام اون فاشیستای اروپای شرقی، همه اینا دقیقاً معتقد بودن که دموکراسی، حتی دموکراسی بورژوایی، باید رد بشه. باید آمریت یک رهبر یا سایه، یعنی مونوپولی، انحصار نباید دست چند گروه باشه یا چند نفر باشه، بلکه یک فرد باید این نقش بازی بوده. حالا تفاوت هایی هم بوده، مثلا هیتلر چجوری سرکار بوده، برخلاف موسولینی، برخلاف فرانکو در اسپانیا، اونا از طریق زنگ و زنگ داخلی سرکار بودن، ولی هیتلر دقیقه مثل دونالد ترامپ از طریق انتخابات آزاد سرکار بودن، که دونالد ترامپ میخواد از اون طریق بیاد. اونجا بس مشترک دارن، ولی ویژگی هاشو عرض کنن که چه تفاوت دارن. خیلی خلاصه ببینید امروز چرا فاشیزم احتمال این که برگرده وجود داره، به خاطر این که نظام در یک بحران ساختاری عمیق و عظیم فرو رفته، نظام جهانی سرمایه داری. این پایگاه، یعنی فاشیست ها هیچ وقت نمیتونن بیان سر کار، مگر اینکه در اون جامعه، در اون منطقه یا در اون قاره ما ببینیم که اوضاع پر از آشوب و بحرانه. این بحران باید ساختاری باشه، نه موسمی. امروز این بحران ساختاری نشون میده که نظام خیلی خیلی امکان داره که متوسل به فاشیزم میشه. و اما چون که شما هم اشاره کردید، در عرض این 30 چند روز آینده ما خواهیم دید که در 8 نوامبر بالاخره این سیستم، این نظام آیا متوسل میشه به فاشیزم یا میمونه با همون به اصطلاح رولینگ کلاسیک عادیه، به اصطلاح مینستریم، همون استاتیسکو. بله، استاتیسکو. جناب پارسا، شما به نظر شما در این انتخابات دموکرات ها یا جمهوری خواهان؟ ببینید، یکی این که ما ها معتقد باشیم در آمریکا هنوز انتخابات انتصابی نیست. اگر به اون اعتقاد داشته باشیم، باید بگیم اون وقت کدوم یک از اینا میاد با رای دیگه. اگر اون رو حساب بکنیم، خانم کلینتون میبره. ولی اگر از بیرون نگاه کنیم به نظام و دیگه معتقد نباشیم که این در این نظام انتخابات دیگه انتخابات نیست، انتصابیه. انحصارات پنجگانه بالا تصمیم میگیرن. آیا اونها تصمیم میگیرن که فاشیستا سر کار بیان، یا که بول شما به درستی گفتید نه، میچسبن به استاتسکو و خانم کلینتون رو رئیس جمهور آینده. با تشکر رفیق پارسوانب که همیشه با نظرات شما و دیدگاه شما در رابطه با اوضاع جهانی و در رابطه با انتخابات آمریکا با بینندگان ما در میون گذاشت. با تشکر از وقتی که ما دادید رفیق پارسا. خیلی موفق باشید، شب و روز شما بخیر. با تشکر. بینندگان گرامی، در همین جا هم برنامه این هفته ما به پایان میرسه. امیدواریم که شما بینندگان گرامی با کمک های مالی خودتون و با ایمیل هایی که برای ما میفرستید ما دلگرمی میدید. و با تشکر از اینکه همیشه یار و یاور کانال چشمانداز اتحاد چپ ایران در خارج کشور بودید. امید دیدار تا برنامه دیگر. بیژن جلالی هستم.